آمریکا یک شبکه مالی مرتبط با سپاه پاسداران و حوثی‌های مورد حمایت ایران را تحریم کرده. شبکه‌ای که به گفته وزارت خارجه آمریکا کارش تأمین مالی این شبه نظامیان است و به آتش جنگ در یمن دامن می‌زند. در اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا آنتونی بلینکن گفته این شبکه نفت ایران را در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن می‌فروشد و درآمد آن را به حوثی‌های یمن می‌دهد. رئیس این شبکه غیرقانونی به دلیل کمک‌های همه‌جانبه مالی، فنی و فناوری به نیروی قدس سپاه پاسداران و در مجموع 11 فرد، شرکت و شناور در این عملیات نقش کلیدی دارند تحریم شدند. وزارت دارایی آمریکا هم در بیانیه مطبوعاتی گفته حمایت مالی این شبکه است که حملات اسفناک حوثی‌ها را امکان پذیر کرده. حملاتی که زیرساخت‌های غیر نظامی و عمده در یمن و عربستان سعودی را تهدید می‌کند. وزارت دارایی آمریکا در تشریح عملیات شبکه مالی سپاه پاسداران و حوثی‌ها گفته شبکه زیر نظر سعید جمال یک سرمایه‌دار حوثی مستقر در ایران فعالیت می‌کند. از طریق شبکه از واسطه‌ها و صرافی‌ها در چند کشور و با همکاری نیروی قدس سپاه پاسداران. این شبکه ده‌ها میلیون دلار درآمد نفت ایران را به حوثی‌های یمن می‌رساند و در کشورهای دیگر از جمله ترکیه و امارات متحده عربی فعالیت می‌کند. همزمان دولت آمریکا از لغو تحریم علیه سه مدیر نفتی ایران هم خبر داده. احمد غلبانی مدیر عامل سابق شرکت ملی نفت ایران، فرزاد بازرگان مدیر کل سابق شرکت هنگ کنگ اینتر ترید که سال 98 نامش در پرونده موسوم به جعبه سیاه بابک زنجانی شنیده شد و محمد معینی از مدیران سابق شرکت نفت ایران اینتر ترید. احمد غلبانی 8 سال پیش همراه با شماری از شرکت‌ها و افراد مرتبط با صنعت نفت ایران تحریم شد. اما نکته مهم این است که آمریکا گفته این اقدام نتیجه تغییر رفتار یا وضعیت افراد تحریم شده است و تعهد آمریکا به لغو تحریم‌ها در صورت تغییر رفتار یا وضعیت افراد را نشان می‌دهد. نکته‌ای که می‌تواند در بحبوحه مذاکرات غیرمستقیم آمریکا و ایران در وین اتریش برای احیای توافق هسته‌ای قابل توجه باشد. اما خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های آمریکایی گفته ارتباطی بین این دو روند وجود ندارد و این یک رویه معمولی است. در همین حال وزیر خارجه آمریکا به تازگی پیش بینی کرده که حتی در صورت موفقیت در وین صدها مورد تحریم علیه ایران به قوت خود باقی می‌ماند. پیش بینی می‌کنم که حتی در صورت بازگشت و پایبندی به برجام صدها تحریم از جمله تحریم‌های اعمال شده در دولت ترامپ همچنان پا برجا بماند. اما دورتر از وین دو روز پیش هم مارتین گریفیس نماینده سازمان ملل در امور یمن در تهران با محمد جواد ظریف دیدار کرد. تحریم حوثی‌ها و شبکه مرتبط با آنها و نیروی قدس سپاه پاسداران خبر خوشی برای ایران نیست. دولت جو بایدن از ابتدای کار برای پایان دادن به جنگ یمن تردیدی نشان نداده است. کانون بحرانی منطقه که زمین حاصل خیز فعالیت نیروهای نیابتی و نیروهای نظامی ایران است. شهره جولانی، ایران اینترنشنال.